بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز سلام، ما میاییم در روی مثالایی را که در درسای قبلی ما و شما در روی استرکچر یا ساختار الز و اف گپ زدیم، میاییم مثالای مرتبط به الز و اف بر شما کار میکنیم تا اینکه آشناییتان بیشتر در مورد الز و اف شد. خب در اینجا یک مثال داریم، گفته بار در نظر داشته قاعده پایین، قاعده ای که در قسمت ما و شما داریم، این قاعده را ما و شما در نظر گرفته رنت یا کرایه ای را که بر یک شخص نظر به معاش از اونا داده میشه و نظر به کتگوری از اونا داده میشه، اینا را ما محاسبه کنیم. گفته چیزی که ما و شما از یوزر ها میگیریم یک سالری یا معاش از اونا هست، یک کتگوری از اونا هست. بعد چک میکنیم برای کتگوری 1% کرایه در نظر گرفته شده، برای کتگوری دوم 20%، به کتگوری سوم 15% و به کتگوری چهارم هم 10%. ما مطابق به این علمی کتگوری ها نظر به سالری یک شخص، امو مقدار کرایه ای که بر از او اختصاص داده میشه، اونا رو محاسبه کرده و دوباره چاپ میکنه. چیزی که ما از یوزر کار داریم، یک سالری هست و یک هم کتگوری، و به اضافه از این ما یک وریبل دیگه هم کار داریم به نام رنت که وقتی اینا رو محاسبه کردیم به رنت اینا رو ذخیره کرده و دوباره نشان میده. پس مطابق با مقواعد الگوریتمی که قبلا ما و شما خواندیم، اول میایم اینپوت ها را تعیین میکنیم و بعد اینپوت ها میگیریم، پروسس میکنیم و بعد به آوتپوت نشان میدیم. ما میایم در این قسمت دبل سالری را میگیرم و بعد هم رنت یا کتگوری را میگیرم و بعد هم میشه که ما و شما رنت را بگیریم. خب یا یکی مثلا این دوتا را میشه به صورت اینت بگیری و آخری را به صورت دبل یا فلات بگیریم، هم رای حل هست، چون دوتای قبلی ممکن هست که اشاری نباشه. سالاری امکان دارن اشاری باشه ولی کتگوری اشاری نیست. خب میشه که ما این سالاری را در این قسمت بیاریم و که سالاری اگر احیانا اشاری داشت اشاریه را بگیره و کتگوری چون هیچ وقتی اشاریه نمیگیرم به صورت انتیجر باشه. در قسمت بعدی است که ما دیتا هایی را که از یوزر لازم داریم اونا را باید بگیریم. میگیم که please enter your salary and category. سالری و کتگوری سالری را که نمیگیره اینا را ما از یوزر میگیریم. CN میکنیم، در قسمت اول سالری یا ساله میگیریم، خب چون پوره اینجا ما نامش سالری مانده پوره میگیریم و بعد هم کتگوری یا کتا میگیریم. خب بعد آل ما قسمت اینپوت ها تمام شد، میایم روی پروسس. در پروسس چی کار میکنیم؟ در پروسس چک میکنیم که ای معاشی که ای آدم میگیره در کدام کتگوری هست. ما میگیم اگر ای در کتگوری یک بود، کتگوری از این مساوی به یک بود، در اون صورت چیکار کن؟ در اون صورت بیا رنت از این قسمی محاسبه کن، بگو رنت مساوی میشه به سالری، یعنی 20% سالری میشه رنت از این آدم. به اون خاطر ما میگیم سالری ضرب 30%، صحیحه؟ 30% سالری میشه رنت از اینا، ضرب 30%، 30/100 ما به صورت مشخص نوشته میکنیم 0.3. خب بعد میریم روی else if. شرط دوم چک میکنیم، میگیم اگر cut مساوی به چند بود؟ 2 بود، یعنی کتگوری دوم بود، در اون صورت رنت چه قسمی محاسبه کنیم؟ بگوین رنت مساوی میشه به سالری ضرب در 0.2، چون 20% هست. خب میریم روی کتگوری بعدی، میگیم else if اگر کتگوری ما مساوی بود به چند؟ مساوی بود به 3، در او صورت رنت چه قسمی محاسبه کو که رنت مساوی میشه به سالری ضرب چند فیصد؟ 15% ضرب 0.15. خب در آخری چون یک کتگوری مانده، ما میشه که الز اف بگیریم، میشه که مستقیما فقط الز بگیریم. خب در بعضی حالت های امکان داره که کتگوری را یوزر ها invalid enter کنه، به او خاطر ما میشه که در اینجا ای را else if بگیریم که بگویم اگر کتگوری مساوی به 4 بود،
در او صورت چیکار کو بگو که رنت مساوی میشه به سالری ضرب در 0.1 یا 10%. خب در غیر از صورت اگر احیانا کدام چیزی کتگوری غیر نظامی چهار کتگوری داد، سی اوت کو بگو که چی هست؟ انوالید کتگوری هست. خب و در اخیر وقتی تمام از اینا رو محاسبه کردیم، ما میایم سی اوت میکنیم چی را؟ رنتی که برای از آدم اختصاص میگیره او را نظر به سالاریش نشان میده. میگیم که در رنت اکار دین تو یور سالری اند کتگوری از قیمتی که برای از یا رنتی که برای از اختصاص میگیره میگیم چی هست؟ رنت هست. سایست؟ خب پروگرام رن میکنیم. پروگرام از ما و شما قیمت سالری و قیمت کتگوری رو میخواهیم. سالری رو اول برش میتیم مثلا 40,000 افغانی و بعد کتگوری یک برش تعیین میکنیم، میگه یه چند میشه؟ چون ما 4,000 دادیم این 1200 شد. اگر این رو 40,000 بیتیم 40 یک. خب در اون صورت کتگوری یک برش تعیین کنیم میشه 12,000. اگر احیانا عین معاش ما داشته باشیم مثلا 40,000، در کاتگوری دوم میشه چند؟ 8,000. و اگر دوباره عین معاش ما داشته باشیم مثلا 40,000، در کاتگوری سوم میشه چند؟ 6,000. اگر دوباره ما عین معاش داشته باشیم مثلا 40,000، در کاتگوری چهارم در نظر بگیریم این فقط میشه 4,000، چون 10% هست. در کتگوری اول 30% سالری را به عنوان رنج، در کتگوری دوم 20% سالری را به عنوان رنج، و در کتگوری سوم 15% سالری را به عنوان رنج، و در کتگوری چهارم 10% سالری را به عنوان رنج ما محاسبه کرده و به یوزر نشان میدیم. مثال بعدی را که ما شما داریم برای فهمیدن ELSE و IF یک مثال هست که اصلا یک مثال طبی هست، ولی ما در اینجا ای را استفاده میکنیم تا ای که خوبتر به ساختار یا استرکچر ELSE و IF آشنا شویم. در اینجا محاسبه BMI هست. BMI مخفف از Body Mass Index هست. Body Mass Index یک ایندکس هست، همون قسم که از نامش بود. و این ایندکس از کجا به وجود می آید؟ این ایندکس از تقسیم وزن یک انسان بر مربع قد از او، به شرطی که وزن از اینا به کیجی یا به کیلوگرم باشه و قد از اینا هم به متر باشه. عددی که از حاصل تقسیمی از اینا به وجود می آید BMI یا Body Mass Index هست. و این Body Mass Index اگر کوچکتر از 16 بود یادم سریسلی اندر ویت هست. اگر بین 16 تا 18 بود نورمال ویت هست، اندر ویت هست. اگر بین 18 تا 24 بود نورمال ویت هست. اگر بین 24 تا 29 بود اوورویت هست، و اگر بین 29 تا 35 بود سریسلی اوورویت هست. اگر بین بالاتر از 35 بود گریولی اوورویت هست. ما مطابق به امی میاییم مثال خود کار میکنیم. در مثال ما باید اول تشخیص بدیم که چی اعداد را یا چی دیتا های را ما از اینپوت ضرورت داریم. از اینپوت ما ضرورت داریم که قطع یوزر را بگیریم، به او خاطر ما میگیم که دبل ای. خب اول دبل H و W که H به عنوان قد و W را به عنوان وزن و همچنان BMI ما و شما معرفی میکنیم. چرا اینا را دبل گرفتیم؟ به خاطر از اینکه احتمال داره که اشاری باشه. قد خود 100% اشاری است، وزن ممکن اشاری نباشه، ولی BMI 100% اشاری هست. خب به او خاطر ما میاییم قد و وزن از یوزر میگیریم، میگیم please enter your height. البته باید قید بزنیم که در متر برای ما و شما بده که شرطیه ای از این محاسبه هم به متر هست. خب در او حالت ما سی این میکنیم چرا؟ H. و در استیپ بعدی سی اوت میکنیم، باز هم میگیم که please enter your weight in kg. صحیح؟ خب این را به کیلوگرم میگیریم، بعد cn میکنیم، این را در کجا؟ داده؟ w زخیره میکنیم. حالا وقتیش رسیده که ما BMI محاسبه کنیم. BMI گفتیم که
وزن بر مربع قد میشه. مربع قد ما میگیم h ضرب در h. خب حال بیمای ما محاسبه کردیم. وقتی محاسبه کردیم چک میکنیم که در کدام کتگوری قرار داره. میگیم اگر BMI ما و شما کوچکتر از 16 باشه، یعنی بلو از 16 باشه، یادم چی هست؟ ای سریسلی اور اندر ویت هست. میگیم که یو آر سریسلی چی؟ اندر ویت. شما سریسلی اندر ویت هست. خب در غیر از صورت یا الز اف اگر BMI کوچکتر و مساوی به 18 باشه، چون کتگوری دوم مساوی هست، سایز به اون صورت سی اوت میکنیم، باز هم میگیم که یو آر اندر ویت. الز اف اگر BMI کوچکتر و مساوی به 24 باشه، در این صورت چی هست؟ نرمال ویت هست. سایز سی اوت میکنیم، میگیم که یو آر ان نرمال ویت کتگوری. خب بعد اندو ال الز اف شرط بعدی اگر BMI ما و شما کوچکتر یا مساوی به چند باشه، کوچکتر و مساوی به 29 باشه و کتگوری بعدی هم 35 باشه، کوچکتر و مساوی به 29 باشه، در اون صورت میگیم که شما در کدام کتگوری قرار دارین؟ میگیم که شما you are in over weight category. خب اوکی. else if اگر BMI ما و شما کوچکتر و مساوی به چند باشه؟ 35. سایز در این صورت میگیم سیو اوت یو آر ان سیریسلی. خب سیریسلی اوور ویت کتگوری. و در اخیر ایلز، چون تمام حالت ها را ما چک کردیم، آخرین حالت دیگه ضرور نیست که را چک کنم. سایز هر چی که بالاتر از 35 باشه اینا همه در یک کتگوری قرار دارن، به او خاطر میگیم سی اوت سایز یو آر ان گریفلی اوور ویت کتگوری. سایز خب شما در این کتگوری قرار دارن. حالا اگر پروگرام ما رن کنیم، از ما و شما دو قیمت، یکی قطع یکی وزن میخواید، که قطع ما باید به متر بتیم و وزن هم باید به کیجی بتیم. خب میگه پلیز انتر یور هید، ما مثلا میگیم که 1.8 یعنی 1.80 سانتی باشه و وزن مثلا میگیم که 75 کیلو باشه، 75 کیلو باشه، در اون صورت میگه شما در نرمال ویت قرار دارید. اگر ما قطع کمتر کنیم وزن بیشتر کنیم اینا اوورویت میشه، اگر قد زیادتر کنیم وزن کمتر کنیم اینا در حالت اندرویت میایه. مثلا ما اگر بگویم که قد 1.60 هست صحیح؟ و وزن مثلا فرض کنیم که 75 کیلو، در اون صورت میگه که شما در سریسلی اوورویت کتگوری قرار دارید. خب همین قسمی ما میتونیم تمام کتگوری های دیگه را هم چک کنیم که ای در کدام کتگوری ها مثلا قرار داشته باشه. خب چون نظر به جدولی که ما داریم، اول یک کتگوری زیر 16 را چک کردیم، بعد زیر 18 را چک کردیم صحیح؟ و بعد هم زیر 24 و زیر 29 را و همچنان زیر 30 را 35 و بالاتر از 35 همه را اینا را در یک کتگوری مشخص قرار دادیم که
کاتگوری همه از اینا وقتی بالاتر از 35 باشه بی ام آی از اینا همه از اینا در یک کاتگوری قرار داره که او کاتگوری هم کاتگوری چی می باشه گریفلی اوورویت هست. این بود از مثال هایی که ما شما برای ساختار یا استرکچر ELSE-F داشتیم و تشکر از توجه شما.